شیلانه میرزایی، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی از ازمیر ترکیه با ماست. خوش آمدید خانم میرزایی. اجازه بدین سوالی رو که این روزها در بسیاری از رسانه‌های حتی داخلی منتشر شده از شما بپرسم. سازندگی مطلبی منتشر کرده، گفته اساسا دوران بازنگری در قوانین حجاب اصلا به سر رسیده، درش هم هیچ شکی نیست، و گفته بر اساس نظرسنجی‌ها اساسا 70% از مردم به حجاب اجباری اعتقاد ندارن. سازندگی پرسیده چرا با این وجود حکومت برای راضی نگه داشتن اون 20% حامی حجاب اجباری به دو قطبی شدن جامعه دامن میزنه. شما جواب این سوال رو چطور میدین؟ خانم میرزایی متاسفانه صدای شما رو نداریم. من از همکاران میخوان اگه صدای من رو داریم؟ بله بفهمید. با درود به شما. خب طی ماهای گذشته ما با موج بسیار عظیمی از زنانی مواجه شدیم که علیه حجاب اجباری شروع به مبارزه کردن. خواست اصلی انقلاب ژینا تنها حجاب اجباری نبود، اما امروز زنان در بدنه جامعه و کلیت اون جامعه ایران، چه مردان و چه زنان، میدونن که حجاب مسئله اصلی جمهوری اسلامی، یعنی یکی از منشورها و یکی از اون باورهای جمهوری اسلامی برای زنده نگه داشتن خودش و برای معرفی خودش در جامعه بین الملل و یا در کشورهایی که خودش رو به عنوان یک کشور اسلامی داره معرفی میکنه یا تبلیغ و ترویج اسلام میکنه، براش هزینه های زیادی انجام داده. اما امروز اگه میبینیم با وجود این که ما میبینیم در خیابونها در سطح شهر اصلا مردم و زنان دارن با حجاب اجباری، با اون حجابی که جمهوری اسلامی میخواد به اونها تحمیل کنه، مبارزه میکنن و بر اساس آماری که هست و حتی اگر آماری هم نباشه با تصاویری که از سطح شهرها میبینیم، یعنی اکثریت مردم دارن بدون حجاب در مکانهای عمومی با وجود تهدیدها و اعمال زور و فشارها ظاهر میشن، میتونم من این رو بگم که جمهوری اسلامی اون 20% رو حامی خودش میدونه. هرچند که ما خیلی هارم داریم با وجود اینکه حامی جمهوری اسلامی نیستن، اما حجاب دارن، اعتقاد دارن بهش و از سر بر نداشتن و مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما جمهوری اسلامی دوست داره که اینجوری نشون بده که کسانی که حجاب بر سر دارن طرفدار اون هستن و علاوه بر اون از آبروی برباد رفتش بخواد محافظت کنه. خب در این شرایط به نظر میرسه که حداقل 70% مردم رو نادیده میگیره و در واقع از طرفداران خودش کاسته میشه، چون فقط با تمرکز با 20% 70% نارضایتی وجود داره. حالا 10% هم که البته بر اساس این نظرسنجی در یک گروه دیگه ای طبقه بندی کردن، به خاطر همین ما 20 و 70 رو داریم میگیریم. اما دلیل این در واقع دلیل این نادیده گرفتن این حقوق این 70% چیه؟ این چقدر ارزش داره، این دامن زدن به دو قطبی شدن جامعه برای جمهوری اسلامی؟ ببینین، جمهوری اسلامی برای همیشه برای سرکوب، اعمال زور و خشونت بیشترین هزینه ها رو کرده. اونجوری هم که در گزارشات شما دیدیم که جمهوری اسلامی داره برای مبارزه با زنان هزینه های گزافی پرداخت میکنه. در کنارش ما اقتصاد ویرانی داریم در ایران که قشر زیر خط فقر دارن با اقتصاد بسیار وحشتناک ایران دست و پنجه نرم میکنن. خانواده هایی داریم که زیر فشار اقتصادی واقعا کمرشون خم شده. جمهوری اسلامی میاد از تمام توانایی هاش برای سرکوب استفاده میکنه. چرا؟ به خاطر که امروز با یک جامعه مقابل خودش مواجه شده که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. جمهوری اسلامی مسئلهش این نیست که درصدی از جامعه رو نگه داره یا به درصدی از جامعه توجه کنه. جمهوری اسلامی امروز به دنبال ماندن و ادامه حکومت خودشه، حتی اگر با کمترین درصد. اگر هم ما به صحبت‌های چند روز پیش حتی علی خامنه‌ای توجه کنیم، ببینیم که حتی مردم رو نفهم و یا اینکه داره عدم درک و آگاهی حتی برای رفراندوم میدونه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی خاص مردم و حقوق مردم براش اهمیتی نداره. بنابراین اگر هم درصد بسیاری از جامعه علیه حجاب اجباری به پا خواستن، جمهوری اسلامی اون درصد
درصد کثیر جامعه براش از اهمیت ویژه و حقوق بشر برخوردار نیست برای جمهوری اسلامی.